به نام خدا ضمن عرض سلام خدمت شما دانشجویان محترم من دکتر نصیری از هستم استاد فارماکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبحثی که در این جلسه صحبت خواهم کرد ادامه بحث داروهایی هست که در درمان اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار میگیرند هدف از ارائه این محتوای آموزشی آشنایی شما با داروهایی هست که در درمان اختلالات اسید پپتیک مورد استفاده قرار می که در این محتوا در خصوص مهار کننده های پمپ پروتون، سوکرالفید، میسوپروستول، بیسموت و آنتی بیوتیک های موثر بر اچ صحبت خواهد شد. همچنین در این محتوا با مکانیسم اثر فارماکوکینتیک، کاربوردهای بالینی و سمیت داروهای مهارکننده کننده پمپ پروتون، سوکرالفید، میسوپروسول و بیسمود آشنا خواهید شد. همچنین کاربورد بالینی و توکسیسیتی داروهای پروکاینتیک رو آشنا خواهید شد. داروهای مهارکننده کننده پمپ پروتون، پروتون پمپ اینهیبیتورز یا پی, پی آیز. سردستشون اومپرازول هست، لنسوپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول، اسومپرازول و دکس لنسوپرازول هست که آخری رو ما در ایران نداریم. ببینیم مکانیزم اثر داروهای مهارکننده پمپ پروتون به چه صورت هست. ببینید بعد از مصرف تزریقی یا خوراکی دارو دارو وارد گردش خون سیستمیک بیمار میشه بعد از اونجا خودش رو به از طریق سیرکولیشن به سلولهای پریتال معده میرسونه در سلولهای پریتال وارد شکاف این سلولهای پریتال میشه که به این شکاف اصطلاحاً کانالیکول گفته میشه ترکیب پی پی آز یک باز ضعیف لیپوفیل هست وقتی میاد اینجا اینجا پی اچش اسیدی هست و این باز ضعیف لیپوفیل یونیزه میشه و تبدیل به یک کاتیون سولفانامیدی میشه و در اینجا تا هزار برابر گفته میشه داخل کانالیکول کول تقلیز میشه میاد به صورت برگشت ناپذیر پمپ پروتون پوتاسیوم ATP رو که قانون تولید پروتون هست به داخل معده رو مهار میکنه. داروهای مهار کننده پمپ پروتون فرمولاسیون اینها به گونه ای تنظیم میشه که به صورت اینترکوتد هستند در روده باز میشن چون ترکیبات قلیایی هستند اگر در معده بازشن اونجا یونیزه میشن و بی اثر میشن باید در روده باز بشن که محیط قلیایی و خودشون رو به گردش خون سیستمیک برسونن و اون مکانیسم اثر که خدمتون گفتم چگونه میاد پمپ پروتون رو میبنده این داروها در کبد متابولیزه میشن نیمه عمرشون به طور متوسط یک تا دو ساعت هست اما طول اثر اینها تقریبا 24 ساعت هست به همین جهت یک بار تا دو بار در روز معمولا اینها رو تجویز میکنن مواردی ما داریم داروها که نیمه عمر با طول اثر دارو متفاوت هست و این هم جزء همون موارده که نیمه عمر کوتاهه اما طول اثر دارو بیشتر هست اگر بخوایم بهترین یا اثر بخشی کامل از این داروها رو ما مشاهده بکنیم مریض سه تا چهار روز باید دارو رو مصرف بکنه تا درصد کامل از کانال های یا پمپ سودیوم پوتاسیوم مهار بشه جدولی رو ملاحظه میفرمایید که فارماکوکینتیک داروهای مهار کننده پمپ پروتون رو اینجا نشون میده این جدول رو من از کتاب کاتسونگ اصلی برداشتم خب داروهای مهار کننده پمپ پروتون رو میبینید ثابت تجزیه اینها رو میبینید فراهمی زیستی رو دقت بفرمایید که ببینید چند درصد از دارو میتونه وارد گردش خونه سیستمیک بشه در میان این داروها اسومپرازول و لانسوپرازول بیش از 80 درصد فراهمی زیستی دارن دکس لانسوپرازول چون جدید هست اطلاعات موجود نیست پنتوپرازول 77 درصد هست راب پرازول 52 درصد هست که از همه کمتر هست در مورد اوم پرازول هم خب داروی قدیمی تر هست 40 تا 65 درصد هست نیم عمر عرض کردم به طور متوسط 1 تا 2 ساعت هست و دوز معمول رو برای درمان اولسر پپتیک و گرد ملاحظه میفرمایید مثلا اومپرازول 20 تا 40 میلی گرم کیو دی هست کیو دی چی هست مخفف کواکی دای هست به زبان لاتین یعنی یک بار در روز و یا مثلا اسومپرازول 20 تا 40 میلی گرم یک بار در روز پنتوپرازول 40 میلی گرم یک بار در روز و سایر موارد دیگه پس میبینید بین فارماکوکینتیک اینها تفاوت وجود داره تو منابع مختلف گفته میشه که اینا از نظر افیکیسی با هم تفاوتی ندارن تفاوت های فارماکوکینتیک اینها هستش که باعث میشه که ممکنه توی بیماری اثر بخشیش رو تغییر بده تحت تاثیر قرار بده در اینجا میام اثر بخشی پی پی آیز رو با اشتو ها تو درمان اختلالات اسید پپتیک بررسی میکنم ببینید پی پی آیز اثر بخشیش از اشتوبلوکر در درمان گرد و پپتیک آلسر بالاتر هست به همجد خط اول درمان در این دوتا بیماری هست اما اثر بخشی پی پی آز و اشتوبلوکر در, در درمان دیسپپسی غیر اولسراتیف و پیشگیری از خونریزی های ناشی از استرس مربوط به مخاط یکسان هست پس هر دو رو میتونیم تجویز بکنیم داروهای مهار کننده پمپ پروتون همچنین در درمان گاسترینوما و سایر مواردی که هایپرسیکریشن وجود داره و ترشح اسید بالا هست باز میتونه که تجویز بشه عوارض جانبی که ممکنه با پی پی آیز اتفاق بیفته آرزه دایاره هست درد شکمی و سردرد هست هایپرگاسترینمی در مصرف طولانی مدت و مزمن این داروها ممکنه که اتفاق بیفته میتونن باعث کاهش فراهمی زیستی خوراکی ویتامین B12 بشن چون در ترشح فاکتور داخلی اختلال ایجاد میکنن ترشح فاکتور داخلی در معده نیاز به محیط اسیدی داره و وقتی کم ترشح شه خب جذب به 12 هم دچار مشکل میشه همچنین جذب داروهایی که نیاز به محیط اسیدی دارن که از دستگاه گوارش جذب بشن مثل دیگوکسین و کتوکونازول رو با مشکل مواجه میکنه همچنین افزایش مختصری در خطر ابتلا به عفونت‌های روده‌ای و تنفسی ایجاد می‌کنند. سوکرال فید آلومینیوم سوکروز سولفات هست یک مولکول کوچک با قابلیت حلالیت کم که در محیط اسیدی معده پلیمریزه میشه. این پلیمر به بافت آسیب دیده متصل میشه و تشکیل یک پوشش محافظتی رو بر روی بستر زخم میده باعث تسریع بهبود زخم های پپتیک و کاهش عود مجدد اونها میشه فیت متاسفانه باید چهار بار در روز مصرف بشه و قرصاش هم معمولا بزرگ هست و ممکنه که بیمار کامپلیانس برای مصرف این دارو نداشته باشه از طرف دیگه حلالیتش چون کم هست جذب سیستمی که خوبی رو نداره وقتی به صورت خوراکی داده میشه پس در این صورت سمیتش هم خیلی کم خواهد بود داروی میسوپرستول آنالوگ پروستاگلندین ایوان هست باعث افزایش محافظت مخاطی میشه باعث مهار ترشح اسید میشه این دارو در کاهش خطر ابتلا به اولسر در افرادی که از انسید استفاده میکنن موثر بوده میدونید که داروهای ضد التهاب غیر استرویدی میتونن باعث پپتیک آلسر بشن و خب دیده شده پس میسو پروستول میتونه که در کاهش خطر این اولسر موثر باشه از میسو پروستول چندان مورد استفاده قرار نگرفته چرا؟ چون که دوزهای متعدد باید در روز بیمار استفاده بکنه عوارز جانبی داره که به سختی تحمل میشه عوارز گوارشی هست و اسهال هست گاهی اسهال ها شدید هست اصلا بیمار نمیتونه تحمل بکنه داروی بعد داروی بیسموت هست که یک داروی ارزشمند هست حالا کتاب میگه بیسموت کلوئیدی که این دارو اثرات متعددی داره باعث تشکیل یک پوشش محافظتی بر روی بافت زخم میشه همچنین باعث تحریک مکانیسم های محافظتی موکوس میشه اثرات آنتی میکروبی مستقیم داره و میتونه باعث تجزیه انتروتوکسین ها بشه بیسموت سالسیلات باعث کاهش دفعات اجابت مزاج میشه و باعث افزایش قوام مطفوع در اسهال های افونی میشه بیسموت میتونه باعث تیره رنگ شدن مطفوع بشه که حتما باید قبلش به بیمار این مسئله رو توضیح بدید که خدای نکرده بعد فکر نکنه که خونریزی در دستگاه گوارش اتفاق افتاده و باعث تیره رنگ شدن مطفوع شده. عفونت مزمن با اچ در اغلب بیماران مبتلا به پپتیک اولسر اوت شونده که ناشی از انسید نیست وجود داره و ریشهکنی این ارگانیسم با آنتیبیوتیک به مقدار زیاد میتونه میزان عود اولسر رو در این بیماران کاهش بده بر این اساس درمان های رو علیه اشپایلوری مطرح کردند که خب موفقیت آمیز بوده با درمان سدارویی یا تریپل تراپی شروع میکنن که یک مهار کننده پمپ پروتون دو بار در روز به همراه کلاریترومایسین دو بار در روز و آموکسیسیلین دوبار در روز داده میشه در بیمارانی که حساسیت به آموکسیسیلین دارند در این برنامه رژیم داروی ستایی اون موقع باید به جای آموکسیسیلین مترونیدازول داده بشه یعنی یک پی پی آی کلاریترومایسین و مترونیدازول خواهد بود که به مدت چهارده روز این برنامه درمانی باید برای بیمار در نظر گرفته بشه در سالهای اخیر رژیم چهار دارویی الان مطرح هست کوادراپل تراپی مطرحه چرا؟ چون دیده شد که در درمان با کلارترومایسین میزان مقاومت افزایش پیدا کرده و اشپایلوری به کلارترومایسین جواب نمیده بنابراین درمان چهارتایی الان به عنوان خط اول هم مطرح هست در بیمارانی که سابقه مصرف کلاریترومایسین رو به دنبال تماس با اچپایلوری داشتن و مقاومت نشون دادن در بیمارانی که در مناطقی هستند که میزان مقاومت به کلاریترومایسین بالا هست پس تو اینها دیگه کلاریترومایسین باید داده نشه و درمان چهار داروی خط اول درمان هست ببینیم این درمان شامل چه داروهایی هست درمان چهار دارویی که خدمتون ارز کردم شامل یک مهارکننده کننده پمپ پروتون به صورت دو بار در روز با یکی از دو رژیم داروی پیشنهادی زیر هست یکی بیسموت مترونیدازول و تتراساکلین چهار بار در روز داده بشه یا اینکه پی پی آی به همراه آموکسیسیلین، کلارترومایسین و مترونیدازول که اینها دو بار در روز داده میشن و مدت درمان چهارده روز باشه این دوتا برنامه درمانی سه و چهار دارویی رو من از کتاب کاتسونگ اصلی خدمتون برداشتم و توضیح دادم دقت بفرمایید که بعد از اینکه این رژیم 14 روزه درمانی با آنتی بیوتیک به اتمام رسید باید درمان با مهار پمپ پروتون 4 تا 6 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه تا بهبودی کامل زخم ایجاد شده حاصل بشه داروهای پروکاینتیک داروهایی هستند که حرکات بخش فوقانی دستگاه گوارش رو افزایش میدن کاربرد بالینی اینها چی هست در گستروپارزی یا فلج معده از اینها استفاده میشه مثلا در بیمارانی که دیابتی هستند دچار گستروپارزی میشن یا در مواردی که تاخیر در تخلیه معده بعد از جراحی اتفاق میافته این داروها میتونن فشار LES یا فشار اسفنکتر تحتانی مری رو افزایش بدن و میتونه در تعدادی از بیماران که مبتلا به گرد هستند و معمولا گرد اینها مقاوم به درمان هست ریفلاکس مری معده مقاوم به درمان داره مؤثر باشه از داروهای پروکاینتیک به نئوستیگمین میتونم اشاره بکنم که مهارکننده کننده استراز هست و از طریق افزایش میزان اسیتیل کولین کمک میکنه حرکات دستگاه گوارش حرکات روبه جلو رو افزایش بده و در درمان بیماران بیمارستانی که با اتساع شدید و حاد روده همراه هستند مؤثر باشه اشاره کنم که ما یه سری داروهای قدیمی تر بود که به عنوان پروکاینتیک مطرح بودن مثلا بتانکل یه داروی کولینومیمتیک هست اما به خاطر اوارز جانبی کولینرژیکی که ایجاد میکنه با داروهای جدیدتر جایگزین شده سر شده از داروهای استفاده بشه که اوارز جانبیشون به عنوان پروکاینتیک کمتر باشه در سیستم اعصاب روده‌ای یا انتریک نروس سیستم دوپامین میتونه اثرات تحریکی کولینرژیک رو بر انقباض عضلات صاف مهار بکنه بنابراین ما دو تا دارو داریم متوکلوپرامید و دومپریدون اینا آنتاگونیست گیرنده های دیتو هستند که میتونن باعث تحریک حرکات دستگاه گوارشی بشن از داروهای پروکاینتیک اریترومایسین رو داریم که میتونه باعث افزایش حرکات دستگاه گوارش بشه از طریق اتصال به گیرنده موتیلین خودش در دستگاه گوارش و میتونه که در تعدادی از بیمارانی که مبتلا به گاستروپارزی هستند مثل بیماران دیابتی مؤثر باشه و حرکات دستگاه گوارش رو حرکات روبه جلو رو در اینها افزایش بده بعد از مطالعه محتوای آموزشی قادر خواهید بود داروهایی که در اختلالات اسید پپتیک مطرح هستند مثل پی پی آیز، سوکرالفید، میسوپروستول، بیسموت و آنتیبیوتیک های مؤثر بر اشپایلوری رو شرح بدید. همچنین قادر خواهید بود مکانیسم اثر، فارماکوکینتیک، کاربورت های بالینی و سمیت داروهای مهارکننده پمپ پروتون، سوکرالفید، میسوپروستول و بیسموت رو شرح بدید همچنین قادر خواهید بود کاربورت های بالینی و سمیت عوامل پروکاینتیک رو اشاره بفرمایید منبع مورد استفاده در این محتوای آموزشی کتاب کاتسونگ و ترور بود سال 2019 و فصل 59 بخش هایی هم از کتاب کاتسونگ اصلی رو البته خدمتون توضیح دادم در خاتمه از توجهتون متشکرم موفق باشید